سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان امیدوارم خوب و سالم و سر حال باشید با همیه پانزه هم یه درس 15 از جلد سوم رو شروع میکنیم درس 15 تیترش هست Why monkey has no home چرا میمون خونه نداره How monkey has no home چرا میمون خونه نداره For five years there was a famine میگه برای پنج سال for five years there was a famine اونجا یک قحطی بود یک قحطی اونجا به وجود اومده بود famine the farmers asked people to bless them and finally they had a good harvest the farmers کشاورزان asked people to bless them کشاورزان از مردم خواستن که bless them براشون دعا بکنن به خاطر قحطی که به وجود اومده خواست که براشون دعا بکنن and پس فاینلی سرانجام اونا گود هاروست یک برداشت محصول خوبی داشتن بعد از اون که از مردم خواستن که براشون دعا کنن Since there was no plenty of food از اونجا که خب الان غذای زیادی وجود داشت There was now plenty of food حالا دیگه غذای خیلی زیادی وجود داشته اونجا The Pharaoh decided to have a party فرعون تصمیم گرفتش که یک مهمونی برگزار بکنه Have a پارتی یعنی یک مهمونی داشته باشه یه مهمونی برگزار کنه یه مهمونی بده به خاطر شوک که محصولا برداشت محصول خوب بوده The party was a happy affair. اون مهمونی اون پارتی که برگزار کردن یک رویداد خیلی شاد و فرخنده بود برای همشون به خاطر اون اتفاق for five days برای 5 روز they had a huge feast اونا برای 5 روز یک زیافت خیلی بزرگی رو داشتند به مدت 5 روز huge feast یعنی ضیافت خیلی بزرگ monkey was very happy میمون خیلی خوشحال بود از این قضیه که همچنین اتفاقی افتاده because of the famine به خاطر اون قهدی که اونجا روخ داده بود because of the famine به خاطر اون قهدی he was very slim اون خیلی لاغر شده بود به خاطر اون قهدی خیلی سلیم خیلی لاغر شده بود he wanted to eat a lot of food حالا اون میخواستش که خیلی غذای زیادی بخوره he wanted to eat a lot of food میخواست که حالا غذای زیادی بخوره جبران بشه دیگه اون مدتی گرسنه ای کشیده بود when he arrived at the feast وقتی که اون رسید به اون زیافت به ضیافتی که فرعون برگزار کرده بود رسید hundreds of long tables were filled with food وقتی رسید به اونجا دید که صدها میز خیلی بلند و طولانی پر از غذاها بوده filled with food با غذاها پر شده بود و صدها میز رو چیده بودن و روی اون میزها پر از غذا گذاشته بودن There was nuts, bowls of cereal and ripe fruit حالا رو میزی که چیده بودن چیا بود؟ There was nuts نت یعنی همون فندق و گردو و اینجور چیزها رو معمولا حالا یه جورای خشکبار رو نت نام میبرن مثلا ما گردو رو داره میشه walnut فندق رو داره میشه hazelnut معمولاً اینجور مثل خالطه خوشکبار حسن رو ناسی میکنیم ولی ما حالا می‌گویم فندق و گردو و اونجور چیزا bowls of cereal کاسه‌هایی از سیریال سیریال یعنی همون حالا حبوباتی که حالا به صورت نوع خاصی پخته شده بود bowls of cereal کاسه‌هایی از حبوبات and ripe fruit یعنی میوه‌هایی که تازه رسیده بود هایی که رسیده و تازه بودن پس ripe fruit یعنی های رسیده He could also smell hot roasted meat cooking on the stove. حالا اینا که میدید میتونست می حالا چکار کنه بو کنه میتونستش بو کنه بوی چی یا hot roasted hot roasted میت یعنی گوشت های کباب شده داغ رو میتونست یعنی بوش به مشامش میرسید اون میتونست بوی گوشت کباب کباب شده داغ رو هم که cooking داشت میپخت on the stove روی اجاق داشت میپخت رو حتی میتونست بو کنه صحبت شد اجاق The assembly of animals was merry اون جمع شدن حیوانات assembly of animals جمع شدن حیوانات یا جمع حیوانات was merry خیلی خوشحال بودن خیلی شاد بودن However, هرچند during the feast در طی این زیافت در طی این زیافت monkey thought of a scheme to exploit میمون حالا داشت فکر میکرد به سکیم, یک scheme یک طرحی رو برای exploit یعنی بهره برداری کردن سو استفاده کردن از فاروز kindness از اون مهربونی فرون داشت به این فیلم که چطور میتونه از این مهربونی که اون انجام داده و این زیافت بزرگ رو برگزار کرده بتونی چیکار کنه یه بهره برداری بکنه یه سوء استفاده بکنه ازش بس سکیم تو اکسپلویت یعنی طرحی برای بهره برداری یا طرحی برای سوء استفاده کردن به نوعی He decided to steal some of the food and then eat it at home. اون تس... دیساید تصمیم گرفت که چیکار کنه سیل بدوزه سام of the فود یه مقدار از این غذاها رو بدوزه and then ایت ایت ات هوم و اونو تو خونه بخوره یعنی اون قضیه که اونجا میخورد یه مقدارش هم بدوزه و خودش ببره خونه باز اون تصمیم گرفت که مقداری از اون غذاها رو بدوزه و ببره خونه بخوره اونها All the animals were cheerful. همه حیوانات، تمام حیواناتی که اونجا بودن خیلی cheerful، خیلی شاد بودن. They didn't notice that monkey was hiding food. اونها متوجه نشدن که میمون داره چیکار میکنه غذا رو پنهان میکنه. They didn't notice متوجه نشدن that monkey که monkey که میمون was hiding food که داره uh, پنهان میکنه این غذاها رو. After the feast بعد از که uh, ضیافت تموم شد Monkey took the food to his house and ate it. میمون غذا رو به خونش برد و و شروع کرد به خورده و رو خورد بنوید He repeated this routine every day for four days اون uh, repeated تکرار کرد اون تکرار کرد و میمونه this routine این کار روزمره رو یا روزانش رو یا این روال روزمره رو انجام داد هر روز every day for four days برای چهار روز هر روز این کار رو انجام داد هر روز مدت چهار روز هر روز یه مدار غذا میخورد یه مدار غذا می‌دوزید، با خودش میبرد خونه but on the fifth day، اما در روز پنجم the pharaoh had a surprise pharaoh یا اون فرعون یک سپرایزی داشت یک شگفت... شگفتانه ای مثلا داشت. حالا ما میگیم همون سپرایز یک سپرایزی داشت برای بقیه he was going to give all the animals a home اون میخواستش که چکار بکنه؟ به همه ای هیونا ها یک خونه بده به همه یک خونه بده Monkey was very excited. میمون خیلی هیجان زده بود چون خونه نداشت. میمون خیلی هیجان زده بود، خیلی خوشحال بود از این قضیه. But when he arrived at the Pharaoh's home, وقتی که میمون به خونه فرعون رسید، when he arrived at the Pharaoh's home, وقتی به خونه فرعون رسید، he could not get through the door. اون نمیتونست که از در رد بشه. He could not get through the door. نمیتونست از در رد بشه. The diameter of his waist has wider than the doorway. Uh, uh, diameter یعنی قطر قطر uh, His waist waist یعنی uh, دور کمر قطر دور کمر میموند خیلی یعنی uh, پهتر wider پهتر از دوروی بود از اون درگاهی بود از اون چاکه میخواستن بره, بره تو خیلی پهتر و در نمیتونست تو بره به خاطر اون غذای زیادی خورده بود He was too fat اون خیلی چاخ شده بود He was too fat Monkey asked the pharaoh to forgive him for his theft uh, میمون حالا از فرعون میخواستش که اون رو به خاطر اون حالا تفت دوزی که انجام داره ببخشه پس Monkey asked the pharaoh از خواستش to forgive him که ببخش اون رو به خاطر his theft به خاطر اون دوزی که انجام داد But pharaoh said no اما فرعون گفتش که نه Pardon ask the monkey میمون گفت میمون پرسید ببخشید he didn't understand why the pharaoh was being unkind اون نمیفهمیدش که uh, he didn't understand نمیفهمید که why چرا the pharaoh فرعون uh, was being unkind uh, مه... نامهربون شده با میمون اون نمیفهمید که چرا فرعون نامهربون شده everybody else will have a home now but not you همه کسایی که اینجا هستن یک خونه خواهند داشت به جز تو Now you know that greed gets you nothing. Explain the farm. حالا این داره explain the farm یعنی داره توضیح میده. فرم داره توضیح میده می که همه کسایی که اینجا هستن که خونه خواهند داشت but not you اما تو نخواهی داشت. Now you know that greed gets you nothing. حالا تو متوجه میشی میشه که now you know حالا تو متوجه میشی که that greed اون تمعی که داشتی گرید یعنی طمع. طمعی که داشتی گتس یو ناتینگ برای تو هیچی به, با... به, با... به بار نیورد یعنی هیچی برات نداشته به خاطر اون هرس و تمعی که داشتی یا یعنی حالا یعنی اینکه حالا میدونی که هرس و سمری ثمری برات نداشته اینم از داستان درس 14 خیلی داستان قشنگی بود بریم از روی لیست لغات داستان رو تعریف کنیم خب حالا میریم شروع میکنیم از روی لیست لغات داستان رو تعریف کنیم تیتر داستان گفتیم بود why monkey has no home چرا میمون خونه نداره For five years برای مدت پنج سال یک فمند یک قهدی اونجا بود و کشاورزا از مردم میخواستن که تو بلستم که براشون دعا بکنن بالاخره اونها یک good هاروست یک برداشت محصول خیلی خوبی داشتن از اونجا که اونها حالا پلنتی of فود غذای خیلی زیادی داشتن فرو فرعون تصمیم گرفتش که یک پارتی یا یک مهمونی بده و اون مهمونی هپی افر یک رویداد خیلی شاد و فرخنده بود براشون و اون فرون به مدت پنج روز هیوج فیست یک جشن خیلی بزرگی رو یا یک زیافت بسیار بزرگی رو برگزار کرد مانکی میمون که از این قضیه خیلی خوشحال بود چون که به تو موقعی که قهدی بوده اون very slim خیلی لاغر شده بود به خاطر قهدی ولی حالا اون میخواست a lot of food قضای خیلی زیاده میخواست بخوره وقتی که arrived اون رسیدش به اون زیافتی که فرام برگزار کرده بود اون ها میز ها میزوردید که filled with food پر شده بود با غذاهای مختلفی اونجا نات فندوق و گردو اونجا چیزا بود بولز آف سیریال کاسه هایی از حبوبات بود و رای فروت، میوه های تازه و رسیده ای بود و اون همچون به مشامش می‌رسید و بوم میکرد هات روستد میت گوشت کباب شده ای، گوشت کباب شده ای که داشت پخته میشد روی صبح روی اجاق The assembly of animals اون جمع اون حیوان که اونجا بودن uh, was merry خیلی شاد بودن خیلی خوشحال بودن هرچند در طی این زیافت چیز uh, اون میمون مانکیه میمونه اسکیم تو اکسپلویت این به یک تعریف کرد برای اینکه بهره برداری یا سوء استفاده بکنه از این کاری که فاروز کاینس از این مهربونیه فرون یک بهره برداری یا سوء ای بکنه اون تصمیم گرفت که تو سیل بدوزه یه سری غذاها رو و با خودش ببره خونه او و انیمال همه حیونا چیر فول خیلی خوشحال بودن شاد بودن They didn't notice. اونا متوجه نشدن که میمون یه سری از این قضاها رو با خودش میدوزه و به خونه میبره. میمون این کار رو ریپیت تکرار کرد به مدت این, کار رو تکرار کرد به صورت یک روتین به صورت روزانه برای چهار روز این کار رو تکرار کرد. یعنی حوزه یه مقدار قضا میخورد و یه مقدارش هم میدوزید میبرد خونه. On the fifth day در روز پنجم فرون یک سپرایز یک سپرایزی داشت برای حیوانا و و گفتش که همه ما به همه ای ها یک خونه میدیم و میمونم هم خیلی بری اکسایتد خیلی هیجان زده بود از این قضیه وقتی که میمون رایو رسید به خونه فرعون اون could not got through the door. اون نمیتونستش که از درگاهی در داخل بره و دیامتر of his waist یعنی اون قطر دور کمر میمون وایدر پهندر از اونی بود که بتون از دور به از اون درگاهی تو بره و میمون گفتش به فرعون که تو فورگیو هیم که اون رو ببخشه و ببخشه به خاطر هیز تفت به خاطر اون دوزی که انجام داده اما فرعون قبول نکرد و گفت نه و میمون نمیدونستش که چرا فرعون آن کاین نامهربون شده everybody else هر کس دیگه‌ای که اینجا هست همه یک خونه خواهند داشت ولی تو نخواهی داشت و اینو داره فرعون داره میگه یعنی explain to pharaoh داره اینو توضیح میده میگه everybody else هر کس دیگه ای که تو این مهمونی هستش یک خونه خواهد داشت به جز تو و تو دیدی که the greed اون طمع و حرص و تماعی که تو داشتی gets you nothing برای تو هیچ ثمر و هیچ فایده ای نداشت اینو فرعون explained توضیح داد برای میمون خب اینم از لیست لغات درس 15ام امیدوارم که مثل درس های قبلی هم تو تمرین بکنید و هر روز به روز دایره لغاتتون رو بالا ببرید و امیدوارم ان به جلد ششم که رسیدیم در پایان جلد ششم با یک دایر لغات بسیار زیادی رو شما میتونید وارد هر آزمونی بشید و حالا تو بحث مکالمت رو به شما کمک میکنه و متن رو میتونید متوجه بشین زیر نویس فیلم ها رو و خیلی به شما میتونه کمک بکنه براتون آرزوی موفقیت میکنم خیلی خوشحالم که با من همراه هستین تا در بعدی خدا نگهدار